مردم به جان آمده تونکابون در یک تظاهرات ضد حکومتی و در اعتراض به انتقال اجباری به محلی دیگر تظاهراتی خشمگینانه برپا کردند. کسبه زحمتکش از ساعت اولیه بامداد 26 تیر جلوی این محل تجمع کرده و در میدان تروار خود را که ماموران حکومتی پلم کرده بودند شکستند و مغازه‌های خود را باز کردند. گاردهای وحشی ضد شورش از کلانتری 11 تونکابون تلاش بسیاری کردند تا با ضرب و شتم و توهین کسبه آنان را وادار به بستن مغازه‌ها و دست برداشتن از محل کارشان کنند. اما کسبه به جان آمده فریاد می‌زدند ما تن به انتقال اجباری نخواهیم داد و برای بستن و گرفتن مغازه‌هایمان و پلمب به در میدان بار باید همه را بکشید و از روی جسدهایمان عبور کنید. این چندمین بار است که کسبه میدان بار تونکابون با شکستن پلمب ورودی این بازارچه به داخل آن رفته و کار خود را ادامه دادند. کسبه میدان تربار تونکابون اعلام کردند به هیچ وجه در برابر زورگویی شهرداری و نیروی انتظامی از حقوق خودشان کوتاه نخواهند آمد. خشم و اعتراض کارگران و اقشار محروم بالا می گیرد. اعتراضات کارگران و اقشار زحمتکش جامعه علیه غارتگری ها، اخراج ها و سایر مشکلات معیشتی روز به روز در حال افزایش است. به رغم تهدیدات گاردهای امنیتی بیت العنکبوت خامنه ای برای دور کردن کارگران اخراجی کارخانه ذوب‌آهن فولاد کردستان از جلوی این محل، کارگران تا رسیدن به خواستهشان به اعتراضاتشان در برابر مجلس ارتجاع و مقر ریاست جمهوری رژیم در خیابان پاستور ادامه دادند. این کارگران در پی تجمعات اعتراضی مکرر که در برابر کارخانه خود در قروه کردستان داشتند، خشمگینانه به تهران آمدند. شمار آنان بالغ بر 250 نفر است و خواستار بازگشت به کار و پرداخت حقوق 4 ماه سال جدید و معوقات سال 91 هستند. این کارگران را که هر کدام بین 10 تا 20 سال سابقه کار در شرایط سخت را داشتند اخراج کرده و بخش بزرگی از حقوقشان را نپرداختند. مشابه همین اعتراض را در روزهای ابتدایی هفته جاری در تبریز داشتیم. حدود 300 نفر از کارگران ماشین‌آلات صنعتی کارخانه تراکتورسازی تبریز در مقابل این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران خواهان پرداخت دستمزد ماه‌های اردیبهشت و خرداد شدند. این کارگران در برابر تهدیدات نیروهای امنیتی و ارگان حکومتی موسوم به شورای اسلامی ایستادند و میگویند تا حقمان پرداخت نشود به اعتراض ادامه خواهیم داد. نیروهای سرکوبگر امنیتی و شورای به اصطلاح اسلامی این کارخانه بارها سعی کردند با تهدید جلوی اعتراض کارگران را بگیرند، اما کارگران گفتند تا حقوقمان پرداخت نشود به اعتراض ادامه خواهیم داد و فریب ترفندها را هم نمی‌خوریم. خشم و اعتراض کارگران کارخانه لاستیک دنا به دنبال تصمیم جدید استانداری رژیم در فارس برای سپردن این کارخانه به باندهای حکومتی برانگیخته است. کارگران به انتصاب مجدد شخصی به نام پرهیزکار و صفوی که برادر پاسدار رحیم صفوی مشاور نظامی خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع می باشد شدیداً معترضند. از جمله در یک نامه اعتراضی کارگران نوشتند خروج کارخانه لاستیک دنا از شمول قانون حمایت صنعتی که در شرایط فعلی ضامن ادامه حیات کارخانه می باشد، این کارخانه را در آینده نزدیک با رکود و تعطیلی مجدد مواجه و دنا نیز به جمع کارخانجات تعطیل شده ی فارس خواهد پیوست. علاوه بر کارگران، بازنشستگان نیز طی هفته گذشته در تجمعات اعتراضی مکرر در تهران و شهرستان‌ها نسبت به انواع غارتگری از حقوقشان دست به اعتراض زدند. کارتی که برای ما صادر کردن، برای چی صادر کردن آقا؟ کارتو داری؟ بله، من شهره نی بونم بشم بیام به خاطر 30 تومن پول دو روزم اینجا علافم. من 4 تومن اومدم 60 تومن بگیرم. مگه نیاز داشت بیام دوباره 60 تومن بگیرم؟